سلام و درود به شما دوستان خوبم من احسان هستم از کانال دوچ پرزش تیوی با همدیگه سرتیتر اخبار مربوط به کرونا رو به زبان آلمانی و فارسی مرور میکنیم اگر هنوز به جمع ما نپیوستید همین الان رو دکمه سابسکرایب یا آبونیغن کلیک بکنین بعدش همون زنگوله رو روشن بکنین تا هر موقع ویدیو جدید گذاشته میشه از دست ندید کرونا سالن 2021 اعداد مربوط به کرونا برای روز ۲۴۲ ۲۰۲۱ از گستگیر دنستگیر بود 5782 نوی کورونا و 442 کرونا توت در درچنان گملدت در روز که دینستاگ بود سه شنبه نفر جدیدان به ویروس کرونا در اون روز مبتلا شدند و 442 نفر هم به دلیل کرونا جون خودشون رو در آلمان از دست دادند. اینا آماری که ثبت شده. Die Bundesweite Inzidenz liegt bei 63,3. شاخص هفت روزه ابتلا به بیماری کرونا تو آلمان رسیده به 63 نفر. اینسیدنس یعنی اینکه تعداد مبتلایان به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در طی هفت روز رو گراف دست راست هم نمودار نشون داده شده اونجا که پر رنگ تر هست در از اینسیدنسشون خیلی بالاست شهرهایی هستن که درصد آلودگی درشون بیشتر هستش تعداد افرادی که مبتلا هستن که تو شرق آلمان بیشتره همونطور که میبینید جنوب کمتره و غرب هم یه چیزی مابینش هستش متوسطش تو آلمان الان 63 و 63 شده منبع این خبر تاگس شپیگل هستش و تو نمودارهای دیگه هم این تغییرات رو نشون داده و همچنین لندکرایس یا مناطق و بخش هایی که اینسیدنسشون خیلی بالا هست رو نشون داده شده چندتا تا در از کرایس هستن یا منطقه هستن که توی شرق آلمانن اسمشون رو تصویر مشاهده میکنید که تعداد اینسیدنسشون میبینین چقدر بالا است. بریم سراغ سرتیتر اخبار گرنس کنترل فلنگات کنترل مرزها تمدید شد. Maßnahmen an deutscher Grenze zu Tschechien und hasten, Tirol bis 3. März. این برنامه هایی که در ارتباط با کنترل مرزهای آلمان هستند، مرزهاشون با چک و تیرول تا سوم ماه یا مارس یا مارچ تمدید شده. Er wird sinkt weiter unter 1. اورت یه عدد دیگه ورت یعنی در اصل عدد یک مقدار در اصل ایر مخفف غیپودو... ریپرودکسیون سال هستش یعنی حالا تو ادامه بهش میگم منش به چی میرسه میگه این عدد رسیده به زیر یک به این عدد انشتکونز هم میگن یعنی ریت سرایت بیماری به دیگران یعنی اینکه یک نفری که به ویروس مبتلا شده چند نفر رو میتونه آلوده بکنه یا به چند نفر میتونه این ویروس رو سرایت بده این ریتش نرخش یعنی نرخ سرایتش به دیگران اومده رسیده به زیر 1 آنستکونگسراته لود 7 Tages Schätzung دس اکی بای 0.98 ریت سرایت به دیگران طبق تخمینی که برای هفت روز آرکای روبرت کوخ اینستیتوت زده اومده رسیده به صرف ممیز 98 نفر یعنی الان پیش هاشون میگه که هر کسی که مبتلا شده باشه میتونه زیر یک نفر رو آلوده کنه به طور میانگین بریتیش متاتسیون بای فاست 30 ویروس جهش یافته انگلیسی رسیده به تقریبا سی درصد لابوف باند انجمن یا در از شورای مربوط به آزمایشگاه ها گفته تو آلمان که انیان یه دقت پروب این دوچلان از وقیانت بی 117 گفته تقریبا از هر سه تا یک مورد تستی که انجام میدن در آلمان این گونه یک 117 یک هست که ویروس انگلیسی هستش که می‌بینید که تو آلمان هم به شدت داره گسترش پیدا می‌کنه از هر در از 30 درصد جمعیت از هر سه نفر تقریبا یک نفر به این مورد انگلیسیش مبتلا شده AKI meldet 8007 Neuinfektionen. Robert Koch Institut 8007 نفر مورد جدید ابتلا به بیماری رو ثبت کرده. 422 نوع تودس فل 422 نفر مورد جدید فوتی ثبت شدن. زیبن تاگ اینسیدنس زینکت لایشت آف 59.3 شاخص هفت روزه خیلی کوچیک در از خیلی به مقدار کم افت کرده و آمد رسید به 59.3 لærende و ارائه‌دهنده معلم ها و مربیان منظور تو مهد, مهد که ها مدارس امتحان شده. یعنی شروع واکسیناسیون واسه این قشر از افراد می‌کند، این است و کسانی که می‌خواهند این کیتاز را هایت این است این از ما ترتیبی که جدیدا دادن مربوط به ترتیب واکسیناسیون برای مدارس ابتدایی و و مدارسی که برای افراد کم توان هستش و همچنین مهد کودک ها از امروز اجرا میشه یا عملی میشه فردا مدارسی هستش که برای بچه های کم توان حالا چه لحاظ جسمی و چه لحاظ ذهنی مدارس مخصوص به خودشون دارن به اونها میگن فردا Grundschule, میشه مدرسه ابتدایی کیتاز، میشه مهد کودک. Bundesrat befragt Spanien. مجلس آلمان از وزیر بهتاشش شپان اینو مورد سوال و بازخواست قرار میده. Minister steht wegen Verschiebung von kostenlosen Schnelltests in in der Kritik. وزیر به دلیل اینکه تست سریع کرونا که بنا بود به صورت رایگان باشه رو عقب انداخته تحت در از نقد و انتقاد قرار گرفته و حالا بسی به مجلس آلمان به خاطر عقب انداختن این در دست از قرار دادن تست رایگان برای مردم پاسخگو باشه رسیم های این ویدیو دوستان عزیز منبع اخبار تاگل شو و اسلاید اولم که خدمتون عرض کردم امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و به دانش زبان آلمانیتون و همچنین اطلاعتون راجبه شرایط کنونی کشور آلمان کمک کرده باشه. تمام درس آموزش آلمانی در deutschpazishtv.com به صورت دستبندی شده و مرتب در دسترس شما عزیزان هستش. میتونین بیشتر از 1200 درس آموزش آلمانی رو در دسترس داشته باشید که به خیلی از دوستان حتی بدون کلاس آلمانی رفتن کمک کرده که تو امتحانات بی و بی وای حتی قبول بشن چون همه گرامرها و نمونه امتحانی که شما لازم دارید برای امتحان بدونید رو میتونید در دوچ پزشک تیوی پیدا بکنید و یاد بگیرید و از پس امتحانتون به راحتی بر بیاید تا ویدیوهای بعد رو دوستان من